عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی از دیدار خود و تنی چند از اعضای این مؤسسه با احمد الاسدی وزیر کار و تأمین اجتماعی عراق خبر داد. گفته می شود محور اصلی این دیدار گفتگو در مورد پیگیری موضوع پروژه منشور حمایت از ایتام عراق بود، پروژه‌ای که چند سالی است از سوی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام پیگیری می شود. در این دیدار مسئولان مؤسسه مصباح حسین علیه السلام تصویب این منشور به عنوان یک قانون رسمی در عراق را عامل نجات یافتن میلیون ها یتیم در عراق دانستند. در همین حال وزیر کار و تأمین اجتماعی عراق نیز به نوبه خود از تلاش‌های مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در این زمینه تقدیر و تشکر کرد. خبری از افغانستان. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح و محکومیت شدید ترورهای هدفمند اخیر روحانیون شیعه در افغانستان، این جنایت را به خانواده‌های شهدا، ملت مسلمان افغانستان، مخصوصا مردم نجیب و متدین هرات و حوزه‌های علمیه تسلیت گفت. این شورا در بیانیه خود افزود که با جدیت تمام از نیروهای امنیتی افغانستان می‌خواهد که تأمین امنیت مردم را جدی گرفته و نگذارند که یک بار دیگر کشور دچار هرج و مرج، ترور، انفجار، قتل و کشتار سراسری گردد. در قسمت دیگر از این بیانیه چنین آمده است که متاسفانه همه شاهد هستیم که در 4 هفته اخیر به طور میانگین در هر هفته یک تن از علمای شیعه در شهر هرات به صورت هدفمند مورد ترور قرار گرفته و این اضافه بر نمازگزاران، ورزشکاران، مردم عادی و کودکان و زنان در سایر مناطق است. از این رو بر حکومت لازم است که با جدیت بیشتر عمل کرده و امنیت سراسری مردم را به عنوان مهمترین نیاز جامعه تأمین نماید. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیرایس واچ جدیدترین گزارش ماهانه خود در مورد پایمال کردن حقوق شیعیان در سراسر جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این سازمان شیعی موفق شده اسناد و مدارک 30 مورد از پایمال شدن حقوق شیعیان در 5 کشور جهان در 1 ماه اخیر را ثبت کند. در این گزارش به اتفاقات رخ داده علیه شیعیان در کشورهای افغانستان، پاکستان، بحرین، مصر و عراق اشاره شده است. بر اساس این گزارش 3 مورد جنایت علیه شیعیان افغانستان، 21 مورد علیه شیعیان بحرین و 6 مورد در کشورهای پاکستان و مصر و عراق رخ داده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از گاردین، نمایندگان 10 کشور اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا از سازمانهای مجری قانون خواستند تا از هیچ تلاشی برای محافظت از مسلمانان در پی اسلام حراسی‌های اخیر و جنایات ناشی از نفرت علیه آنها دریغ نکنند. آنها در بیانیه‌ای بر افزایش تعداد جنایات ناشی از نفرت علیه جوامع مسلمان در سراسر اروپا در ماه‌های اخیر تأکید کردند. این بیانیه در ادامه افزود جوامع مسلمان اخیراً به شدت مورد هدف جنایات ناشی از افزایش اسلام حراسی بودند. در پایان این بیانیه آنها از مقامات ملی خواستند ایمنی مسلمانان در اماکن عبادیشان، محل کار، مدارس و مناظر را فراهم نمایند و همچنین از سازمان‌های امنیتی و مجری قانون خواستند تا در برابر حوادث جنایات ناشی از نفرت و خشونت با انگیزه نفرت علیه مسلمانان هوشیار باشند. مسئولان یک کنفرانس بین المللی علمی در هند از رونمایی از کتابی به نام کربلا در دانشگاه اسلامی علیگر در ایالت اوتر پرادش خبر دادند.
نکته قابل توجه این است که این کتاب به طور تخصصی در زمینه ترجمه انگلیسی یک داستان درباره فاجعه کربلا است که توسط منشی بریمشاند نوشته شده است. مراسم رونمایی از این کتاب آخر هفته گذشته با حضور ده‌ها تن از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان برگزار شد. این کتاب ترجمه پروفسور سامی رفیق و دکتر حارس قدیر است که از سوی آکادمی ملی ادبیات هند چاپ شده است. اجساد چهار مهاجر در نزدیکی سواحل اسپانیا پیدا شدند. آنها سرنشینان یک قایق بودند که در مجموع حامل 36 مهاجر بوده است. در همین راستا یولاندا دیاز، معاون رئیس جمهور اسپانیا و وزیر امور کار این کشور، در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که از شنیدن این خبر وحشت زده است. این مقام ارشد حکومت اسپانیا از اتحادیه اروپا خواسته است که اقدامات جدی را انجام دهند. گفتنی است اسپانیا یکی از اصلی ترین گذرگاه ها برای مهاجرانی تلقی می شود که در تلاش برای رسیدن به اروپا هستند. بیشتر آنها با استفاده از قایق های غیر اصولی از مراکش و الجزایر حرکت می کنند. بر اساس آخرین آمار وزارت کشور اسپانیا، از اول ماه ژانویه تا 15 نوامبر امسال بیش از 13,000 مهاجر به مجمع الجزایر بالیاری رسیدند. این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 11% افزایش را نشان می‌دهد. امروز شنبه، فرماندهی نیروهای رسانه‌ای و امنیتی عراق از سرنگونی 5 تن از افراد گروه سنی‌های تندروی داعش در استان‌های الانبار و نینوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در بیانیه فرماندهی این نیروها که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است، چنین آمده: پس از تشدید تلاش‌های اطلاعاتی برای تعقیب بقایای باقی‌مانده تروریسم و بر اساس اطلاعات دقیق و با همکاری نیروهای مستقر در مناطق، از طریق کمین‌های دقیق در دو ایستگاه ایستوبازرسی الصقور و التهادی و همچنین روستای المومی، 5 تن از اعضای گروه سنی‌های تندروی داعش دستگیر شدند. و ما خبر آخر. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از سران جهان خواست تا برای آینده‌ای بدون سوخت‌های فسیلی برنامه ریزی کنند و گفت که هیچ راه دیگری برای مهار گرمایش جهانی وجود ندارد. وی در دومین روز از اجلاس اقلیمی کاپ 28 در دبی بار دیگر در مورد پیامدهای تغییرات آب و هوایی هشدار داد و خواهان اقدامات بنیادین برای متوقف کردن خطرات ناشی از آن شد. نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل کاپ 28 از روز گذشته در دبی آغاز به کار کرده است. از جمله اهداف این نشست دو هفته‌ای که در حدود 70,000 نفر در آن شرکت دارند، ارزیابی توافقات پیشین برای کنترل افزایش دمای زمین اعلام شده است.